خدا تو را پشت رایت مرا پشت رایم بیادر. نه من کدام جبه مقاومتیستم، نه من بیادر گل کدام شورای نزاریستم. من از توی نادریستم، تاجک سربلند وطن هستم. یک لایف رفته ششته ما هموشه. بله یک لایف ما را دعوت کده بود، یک لایف ما را یک لایف دعوت کده بود. دو لایف رفتیم، این تو گفتیم، اون تو گفتیم، این تو گفتیم. نمیگم که لایف کی رحمان تاجیکای جهان خوانده امالی رحمان هست. تاجیکای جهان از شفاعت رنگ و نمود امالی رحمان بزارن همچون یک ظالم. از اول از دیوم که یک دلیل بیار، یک فکت بیار برای ما، یک اسناد بیار که امالی رحمان یک خوبی برای ملت تاجیک کرده است و در کجا کرده است. بفرما یک سند. من هزار سند میارم آقای نستوی نادری. تو معتاد شراب هستی، تو مردار نیستی. من معتاد شراب نیستم، من مشقی میخوام مینوشم. من معتاد نیستم جناب بزرگوار. رئیس خود آقا خیکی بود بیکی در لایف میاری سلطانی صدق. کل ملت فهمید که رفت ایران. امیر خودتو بسیار انعکاس داده که ایران رفتی، با فلانه دیدی، با بسمندانه دیدی. در لایف رفته ششته ما هموشه. بله یک لایف ما را دعوت کده بود، یک لایف دعوت کده بود. دو لایف رفتیم، این تو گفتیم، اون تو گفتیم، این تو گفتیم. نمیگم که لایف کی، در کدام لایف. خب تو عبا میورزی از این که در لایف نستو رفتی میگه پاره زدیم. تو عبا میورزی. ما دیگر کل راشی علن و سلن. برو پو خدا تو را پشت رایت مرا پشت رایم بیادر. نه من کدام جبه مقاومتیستم، نه من بیادر گل کدام شورای نزاریستم. من از توی نادریستم، تاجک سربلند وطن هستم. آلالا من کدام کسی نیستم که بیادر اونو عبدالله خنجانی را بشینم بگویم او زنده باد عبدالله جان خنجانی من، عبدالله جان خنجانی امید ملت من. من میگم زده امت عبدالله خنجانی هر کس کستی. من خو اینو تستم با سلطانی صاحب ایره متوجه باشی. من خو نستوی پارسال نیستم، خادم شدیم. اگر نه نستوی پارسال شدن کنم گپی هم ندارم. دیگه بازی که شما در یگان لایوهای که میرین و میگین که بیادر گل که این تو اون تو، دیگه حد اقل نام لایو خو بگیرین. ای خو ناجوانیست سلطانی صاحب. ما یک ساعت تو را وقت میتم در لایوم جولان کنی و رخش برانی، تو در یک لایو دیگه نام ما را نمیگیری. از ای که مبادا که من نام نستو را بگیرم نستو کلان شوه. نه نستو اگر تو را کلان نکنه سلطانی صاحب، تو نستو را کلان کده نمیتونی. من شا فیل هستم، تو فیل هم نشده ای هنوز. بنان تصمیمی که تیم ما گرفت، تیم ما را خو میفهمی سلطانی صاحب که 80% پشتون است، 80% پشتون است. در میان 80% تیم پشتون من تاجک سربلند هم هستم. 80% پشتون است. ما بچه ها که نشستیم صحبت کردیم به می نتیجه رستیم. پس از این از ما و سلطانی صاحب سلام و علیکت به سلام باشه. نه دوش میزنم نه دوم بزنم. بالا میکنیم به زور خدا و قرآن دیگه یگان دوستا و عزیزان و ارجمندان. اینه اینه می دکوی پایان. امی گوش که امی کرا میرا را میشناسی؟ میرای دکوره من هیچ کسا نمیشناسم. در دکو سکندر است. سکندر را میشناسی؟ من بچه هشم کتای دکوره نام میگرم بگو برای من. نه مرا میشناسی کتای دکو چی هست؟ وا مرا بگو. سکندر را میشناسی؟ سکندر دکوره رئیس خرداغا را میشناسی؟ ما کدام از ورانه میشناسم؟ مرا میشناسی؟ نه وحید دکو بیچاره معتاد شد، مرد خلاص شد، رفت پشت کارش. گوی دکو گپ نزنی بگو. شهید شد وحید، بگو مردار شد، رفت پشت کارش. معتاد کسی که معتاد شد مردار میشه. آل تو معتاد شراب هستی، تو مردار نیستی. من معتاد شراب نیستم. من مشقی میخوام مینوشم. من معتاد نیستم جناب بزرگوار. رئیس خود آقا خیکی بود. وام یک آدم معتاد. مستری صاحب میشناسی؟ بله مستری صاحب چطور نمیشناسم؟ بگو دیگه بگو. امو بزرگوار را که در اون چکل زدن نه بنامی مچم رئیس صاحب چطور را که امو
قد بلند اندامی را که دم پیش خانش که اونجا که زدنشم چی نام داشت؟ رئیس امیده میگی؟ نه کاکای رئیس امیده. کاکای رئیس امیده. خب نظامی صاحب کلانه. نظامی را نظامی بزرگه. خب او را میشناسی؟ بله بزرگ ما بوده. خیلی تو چی میخوایی بگویی دمی آخر سنه دمی در دمی آخر سنه اما قراره یه قوم پشتون گپ میزنی کجا من قوم پشتون یاردل نظامی رهبر سکندر است خداوند غریق رحمتش کنه عشق سکندر است بسته نیروی دفاعی اشرف غنی احمدزاده نه که اشرف غنی رو دوده اجازه بده اجازه بده نه نه بسیار بچه هاستی جا که ام علاقمندای دکتر صاحب اشرف غنی هستن تو چطو دکتر صاحب اشرف غنی را دو میزنی ما تو را بانیم نه 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 سلام علیکم تصویر تانم بزنین سلام علیکم برادر برادر سلام تصویر تانم بزنین چون روز برای ما یک تعداد از دوستان از تاجکستان برادر امکانه به تصویر گفت زنیم نه 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 او روز از تاجکستان به ما بچه ها سنگ زدن گفتن این بچه آمده از نام تاجکستان سوی استفاده میکنه گفت بله امام علی رحمان صحبت میکنه گفت هر وقت لایف تا آمد بگو تصویر شد بزنه شماره شخصی تمام میتونم بیام شما به ضد امام علی رحمان صحبت میکنین تصویر تانو بزن نه من بر ضد امام علی رحمان صحبت نمیکنم ما بر ضد هر ظالم صحبت میکنم برادر امام علی رحمان به نظر شما ظالم است؟ پدری ظالم است برادر بالاشو که همیجا کیس همی نفر فروتن هستی کیستی بیا بالا قد چی گب دینه؟ بیا برادر کدوم میره برور بالا کیست که در مقابل همی گب دیه که امام علی رحمان پرست باشه همیجا بیا قد همی گب دیه بیا برادر همین فکت و دلیل قطعی صحبت میکنیم به دو داشت یک امام علی رحمان پرست نیست همیچه که بالا بیا یک قطعی گب دیه که بیادر گل که امام علی رحمان ای یادم یک ظالم میگه باش من ایجا بچه ها هستن که بیاین امراید گب دیهن بیار بالا برو برادر خوش شارا مینیم نه نامده تو یک امام علی رحمان پرست ای برادر یک دقیقه شما امام علی رحمان را توهین کردین و گفتین که یک انسان ظالم است حالا یک کسی را من میارم علیتان که برادر من توهین شما از تاجیکستان هستین بله برادر من از خطایان هستین گفتین از خطلان خطلان من از خطلان هستین توهین نمیکنم برادر جان حق میگم من همون دفعه با خوشمو صحبت کردم برادرای ما رو نادرست فهمیدن مقصد من این بود که برادر قد شد این نفر آمد انشالله این قدش گپ دی سلام علیکم سلام علیکم برادر اینا یکی از آدمایی هستن که به خلاف جناب امام علی رحمان هستن شما یکی از امام علی رحمان خواهان هستین آقای مقامت خراسانی از بخارا هستم اصلا تاجیکستانی هستم از بخارا هستم اصلا تاجیکستانی هستم شهروند مشهد و شیراز ایرانی هستم رستم و سهراب فردوسی منم کاخ بلند رودکی هم جامی هم اشعار حقانی هستم درود بر شما نستوی بزرگوار درود بر شما خیلی خوشحال شدم بله من یک تاجیکستانی سمرقندی ایران شرقی از اون دورای دور از استان پروان هستم من یک تاجیکستان جنوبی هستم امام علی رحمان به صفت یک رهبر تاجیکای جهان امام علی رحمان یک مسلمان صادق یک مسلمان باوجدان به صفت یک تاجیک واقعی من بله رهبر تاجیکای جهان قبول دارم مبارز یک کسی هست که کسایی هستن که آقای نادری علیه امنیت ملی تاجیکستان علیه اقتصاد علیه وحدت علیه برابری تاجیکای ما ما یک کشور مستقل آزاد و آرام داریم اینا کسایی هستند که مزدورای بیگانه مزدورای خارجی نوکرای غلام القبگوش زیر نام اسلام رادیکال زیر نام داعش زیر نام برابری و فاشیسمی میخوان که کشور امن امان ما تاجیکستانه ما یک سرپناهی که داریم و به رهبری امام علی رحمان سرور تاجیکا رهبر تاجیکای جهان
تخریب کنه و این آقا را بالا آوردی. خیلی خوشحال شدم که امروز ما اینجا محکمش کنیم و این را به پنجه قانون بسپاریم. یا خلاص کردی برادر؟ اگه تاجیک مهربانی شما دیدین دیگه نه اینا یک دیدگاه وجود داره در قبال تان دفاع کنین از خود. برادر اولش که رهبر تاجیکای جهان خوانده امولی رحمان هست تاجیکای جهان از شفاعت رنگ و نمود امولی رحمان بزارن همچون یک ظالم از اول. از دیوم که یک دلیل بیار یک فکت بیار برای ما یک اسناد بیار که امولی رحمان یک خوبی برای ملت تاجیک کرده است و در کجا کرده است بفرما. یک سند من هزار سند میارم. آقای نستوی نادری از نگاه امنیت در 33 سال استقلال، آزادی، اقتصاد، آرامش بیش از 99.9% ملت تاجیک ما از کشورشان، از امنیتشان، از رئیس جمهورشان از تمام چیز رضایت دارن. آقای نادری امنیت دارن، اقتصاد دارن، امروز در جهان پرچم تاجیک پرچمشان بالاست و امروز هزاران اسناد مدرک حتی تو میگی مشرک یا کفر میگی ویدو از آقای نادری که آقای امام رحمان حج رفته طواف کرده برای بیچارگان کمک کرده برای فقیرها امروز مردم با رای راست هدایت میکنه اما این شخص تخریبکار دستوری بیگانه ها مزدور بیگانه ها میخواهد که اعتماد دیگه مبارز توهین نکردم مبارز چرا تو پیشن با کی تاجیک پیشتر آقای نادری پیشتری میگه میگه رهبر ظالما میگه رهبر ظالما دولت کو یک اسلام من به شخصیتی تو تحویل نکردم ترنگ انسان گمزم تو ببین اگر تو انسان سالم باشی آقل... انسان گپ بزن راست میگه بیادر اگر تو مبارز انسان واقعی می بودی شخص سالمی بودی کسی که خدمت که اگر تو وطنت دوست داری امروز خب با وطن خیانت نمی کنی تو پیش ما مادر وطنت دار یک دخل استود که ای به نفس میره و پیش بله محکمه دیجه صادر میشه به نفس میره بیادر امیر متوجه گپای تان باشن شما بانین که محکی تاجیک هم گپای خوله بزنه بیادر برادر امیر ای من چاپلوس و پدرش بدست یه دقیقه برادر جان توهین کرد آقای نادی توهین کرد شما پیشتر دوبار توهینش کردین خیره که اونام توهین کنن برادر یه دقیقه همی این خچای خد دانا میگیره مسئله میگه امنیتی در تاجیکستان دارین شما امنیت مفهوم شو برای مردم بفهمونید مفهوم امنیت چیه مفهوم امنیت یعنی در شبانه روز آزاد کار رفت آمد در شهر در بازار احساس ترس نداری اقتصادت خانه‌ت ناموست ننگت تمامش آزاد و مرزهای حتی امنیت در چهار طرف مرزهای تروریست وارد نمیشه اما تو کسی هستی که میخوای تروریست‌ها رو وارد کشور کنی تبلیغ آمده بکنی به خاطر ناامنی وطنت وی وطن آواره بدبخت بیچاره کم گفتم برادر کم جواب ده یک کلمه جواب ده بیست با ما سوال بدیم برادر از که مشته از تاجیکستان هستی تا مسئله داخلی تاجیکستان نمیدونی یگان معلومات نداری امنیت هم نادرست گفتی برادر برادر نستو یگان انسانی از داخلی تاجیکستان باشه طرفدار رحمان بخواد نه از داخل تاجیکستان بعد چی بشناسم از کجا تاجیکه بیارم خمی آدم میگه که همی آدم خوب است همی صفحاتش پر است که رهبرم امام علی رحمان برادر نستو شاه تنم امام علی رحمان نور تنم امام علی رحمان قدمی طرف باشین تاج سرم امام علی رحمان اولاً آقای نادری این امام علی رحمان امام علی رحمان میگه رحمانوف این کافر را مطلق توهین میکنه رحمان است امام علی رحمان توهین میکنه ای اگه تاجیک باشه امام علی رحمان است آقای نادری توهین میکنه تاج سرم امام علی رحمان تاجیک هستم تاجیک تاجدار هستم سربلند با افتخار تاجیک هستم آقای نادری بله تاجیک هستم تاجیکستانی هستم شهروند مشهد شیراز ایرانی هستم آقای نادری بله برادرم از تو برادرم از تو من در لایف شما اومدم صحبت مصاحبه خوب داشتم میخوای نال اکی تاجیک خو امیر جوابای امیر خو اینو میگه تاجیک هستم تو میگی تاجیک هستم من خب از زور خدا من متعلق به هیچ قوم جهان نیستم متعلق به هیچ مذهب و دین جهان نیستم من از تو هستم خلاص برادر اینجا گپ در سری ملت نرفته است از گپ در سری الحمدلله هممون تاجیک مسلمانیم گپ در سری ملت نه گپ در سری یک کشوری که ما زوده اون کشور هستیم این برادر بله قبول دارم تاجیک های نکی از کیم کجاست یه از کسان نیست با یه تدیومش که مثلا برادر نستو یک سوال عادی به شما مثلا سال 1992 بخاطر داره در تاجیکستان جنگ داخلی به جنگ شهروندی
همون را خواهیم تاجیک های افغانستان جور کردن، همین را خواهیم جنرال مومین و احمد شاه مسعود و استاد ربانی جور کردن. همون را خود دیده برادر، من سوال من را جواب کنید، کارتان خیلی بود همین احمد شاه مسعود و جنرال مومین و استاد ربانی نبود به تو. حال خوب یادر گل تیمم میذاری نال خوب با حال آقای نادری یک لحظه ما پارس مال دیگه چی میگین؟ تا به حال امام رحمان تمام تاجکا از شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی، از شهید وسا بهران ربانی تشکری میکنم به خاطر جلوگیری از جنگ شهروندی کرده. ای برادر اینمی کسا بودن، اینمی کسا بودن که آقای نادری جنگ شهروندی را داما اینمی کسا هستن، اینمی که بسفت یک دایشی جا آمده، یک دایشی از دایشی باشه. استغفر الله الهی خدایا دیگه ما را به دون سماوات و الارض الله اکبر. برادر نستو یه دقیقه مقصد ما براش ما فهم کنم، شما مرا نفهمیدی. نه آره خب من خو نمیفهم، من خو گفتم او سک اکی تاجیک، تو میگی من تاجیک هستم، اینی آدم مقامت خراسانی میگه من تاجیک هستم، یک تعداد بچه را میارم میگه من افغان هستم، یک تعداد میارم میگه من پشتون هستم، من چی میگم؟ میگه من نستوستم، او زدنی من نستوستم ختم. اینا رو شما از یک ملیت هستین بینم جور بین. نه من یک سوال دارم برای شما، برای هر دیش ما برادر، شما مقصد گوش کنین تا اخیره مفهوم مرا بفهمین، مقصدی مرا مقصد کی سال 1990 در تاجیکستان جنگ شهروندی بود. من قبول دارم که ربانی، من قبول دارم که احمدشاه مسعود، من قبول شهید دارم. شهید استاد برهانی ربانی، شهید احمدشاه، شهید بگو، شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی، شهید استاد برهانی ربانی تو مرشک هستی، آقای نادی دایش هستی، دایشی است، این دایشی شهید استاد ربونی، شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی، من قبول دارم برادر، من یگان دشمن یگان کس نیستم. وقتی که مثلا شما گوش کنه یه دقیقه، در تاجیکستان جنگ شهروندی شد، 500 هزار ملت تاجیک فراری شد بر طرف افغانستان. خوب گوش کنیم برادر، یک آیله کمبغل افغان سه آیله تاجیک تاجیکستانی را نان داد، خانه داد، جا داد، نگاهبین کرد مثل برادر خودش. ما میناداریم از مردم افغانستان، ما قبول داریم، ما این خوبی را فراموش نمیکنیم برادرو. وقتی که اینمی سالی که اینمی سکوتی کابل شد، اینمی یک دو سال پیش وقتی طالب آمد به سر قدرت، همو همزبانی من، هم فرهنگی من، برادری من، خواهری من افغانستانی که گریزه شد آمد به تاجیکستان، زنی افغانستانی که ملت من در مرز تاجیکستان داخل شد، حامله دار در لب مرز تولد کرد، کودک تولد کرد، حکومت رژیم رحمانوف همو زنه برگردون بدرگه کرد به طرف افغانستان. یک تا دیومش که شما که امام علی رحمان پرست هستین خوب گوش کنین. رحمانوف نگو که سر مقامت خراسانی بد میخوره، برادر امور رحمان بگو. نه نه آخی تاجیکستان همش اوف اوف های برادر. نه خیلی تو چرا خیلی مبارزوف چرا نمادی مبارزوف چرا نمادی خیلی خودت بگو گوش کنین یه دقیقه گوش کنین خیلی تو مبارز بیبی این مشرکین آقای نادری اینا که آمده اصلا به خاطر اتحاد همبستگی. من ببین آقای نادری، من امام ابونفع غازی رو دارم، امام اعظم دارم، من امام بخاری دارم، تا این تاجیک انگار میکنن من به این نصیحت میکنم توهین نکنیم برادر. وقتی که مثال زنی 70 ساله افغانستانی در تاجیکستان فراری مهاجر آمد، به خدا ساعت نماز بامداد صبح آمدن زنی 70 ساله را از خانه با یک کالای تنش آمدن دیپورت کردن طرف افغانستان بودن. شما با کدام روت میبری از امام علی رحمان؟ آقای نادری این تبلیغ برای طالبا داره، متوجه هستی؟ یک تا دروغ نگو، یک تا استاد بکش، یک تا استاد بکش که امروز از تاجیکستان کسی را اجباری دیپورت که تا که متهم نبوده برای دایشی یا برای تحقیق آمی طالب نبوده. اسناد لیم برادر نستون و رقمات روان کنم، هم اسناد روان میکنم که بگذار با مردم بینن. بیبی آقای نادری ای اصلا آمده برای طالبا، برای دایشی ها، برای حزب تحریر تبلیغ داره. گوش که ای چاپلوس گوش که من طالب پالی بیتره قبول ندارم. تو وطن فروش هستی، تو خائن هستی، خائن. بخدا از طالب از رحمانوف در کرده تروریست در جهان ای. امام علی رحمان بگو، امام علی رحمان، امام علی رحمانوف تروریست نمبر یک تاجیکستان. مبارزوف ازدرازی خرشو، ازدرازی خرشو. تو کدام چاپلوسی هستی؟ تو کسی یک مبارک، تو اصلا طرفدار دایش هستی؟ تو دایش پدر تا من طرفدار دایش پایش توهی نکو. چه آخه چه خیل دروغ میگه مبارز؟ نه من دروغ نمیگم، من راست دروغ میگی. تو خارق رفتی؟
آقای نصر نادری، من یک گفت میگم دوست عزیز خوش آمده، من از تبار آزادگانم. ای آقا از تلویزیون 24 هسته، اینا معاش بگرن، دهنکرایی سن آقای نادری، اینا دهنکرایی های بزد وحدت تاجک هستن، بزد اتحاد همبستگی، بزد ملت، بزد دولت هستن، اینا دهنکرایی های نوکر غلام هستن. آقای نادری، همی امام علی رحمان رهبری بزرگ، پیری بزرگ، عین به دروازه ها رفته بود، این نمیدونه اونجا را. ای با خدا، شما نمیفهمی، شما حق از باده تو ما نمیفهم، تو میفهمی شش تا پول دارم و در من تولد بسته. شدم در اونجا، من همه کم و کمبودی دارم، میدونم شما از کیم کجا اومده گپ بزنی، شما به خدا من نمیدونم. بیبی مبارزوف، تو که بزادگاه تولد شدی، آب نان خوردی، با او خدمت نمیکنی، رفتی برای اروپا و امریکا، برای جاسوسی، برای خارجی، برای چی تو خدمت میکنی؟ تو به خدمت به وطن خود خیانت میکنی، برای خاکت، برای مادرت، برای زادگاه خیانت میکنی، در اروپا، در امریکا اومدی، علیه خاکت، علیه سرزمینت تبلیغ میکنی، همون جایی که بزرگ شدی، همون جایی که آبش خوردی، نانش خوردی، بزرگ شدی، لعنت به تو را وطن فروش، لعنت به تو، خائن وطن فروش هستی تو، واقعا خائن هستی تو، واقعا تو یک دایشی هستی، یک تروریست هستی، لعنت به تمام وطن فروش ها، واقعا که تو زادگاهی که بزرگ شدی، آب نان خوردی در اونجا، با او توهین تحقیر میکنی، میخوای رو تخریب کنی، برای خارج ها خاک فروش، خاک ما هم گفت زنیم آخی نده اونه را خائن. نه یکی مبارز به گوش کنه همه گوش کنه در کنده تو مبارز برنامه را با بسیار ولی ناتمام، عده‌ای از دشمنان دین و آیین ریپورت زدن. درود بچه جناب فرمانده وقاص، خراب کردن اوزای برنامه را، وحشتناک کردن. ملت همیشه در صحنه و سنگر افغان و بزرگواران و ارجمندان را آسیب روانی زدن. با بسیار ولیه ناتمام برنامه را ریپورت زدن که این عملکردشان را در نطفه خونسا می کنیم. متوجه خودشان باشن که چنین کارها نه تنها برای خودشان، بلکه برای ملت همیشه در صحنه و سنگر افغان، ارجمندان ملت افغان، بزرگان و سربلندان وطن افغان، بزرگان و ارجمندان سرزمین افغان. من هم قدر گفته بودم بچه‌ها که تا 2000 تا 3000 کوینز به زلمی جان زنن. اینجا لایو فقیر است. در این درگر قیامت نانش دهید و از ایمانش مپرسید. وای سلک و شعاره، سلک و شعاره به زور پروردگار، سلک و شعاره. در این درگر که آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. ایت نپرس، کافر استی، گبری، ترسای، یهودی، مسلمانی، یهودی، سنیه. سلام علیکم جوان اخ، جان جور از صدقی سر، جان بخیر هستی؟ قربان سمه جور تکرار بخیر تنگه ندری سب خیلی سیاده خده. قربان ده شما، پکو میواد که اسی که اسم مشرا سوکلن یه جار، قربان ده ندری سب، زب جرمانی که اسی که ندری سب اسی که ندری سب لکه گاونده خوندی کارکی گو، پکو ایالت کی هستی تاسو؟ ز فرانکفورت لاله قادر نشی و لک تر لگه یو 15 ساعت وطن لرو خ سوکلن یه تاسو سوکلن یه بشته از یویشت یویشت نخ کارکی گی اتل از ما تخ کارکی گی نه اتل از نه باوره که نه اتل از نه مشته یویشت یوازی راخلی هستی که کورنه سره؟ نه یوازی هم مشه خه دیر خه پک فرانکفورت که اوسیگی یوازی دا دیر خه دی وله ورورت داستی او کار وشه چی پا فرانکفورت که زه راشم سل تر سل تا سره وینم انشالله و رحمان نه نادری سب زه پختونی همه زایده مو پلیمون مو پسترگو هر کرا راشه قربان دشم پختون خوزی ما دسترگو سر دی گوره
پختون خوزی ما دسترگو تور دی دسترگو تور هم دسترگو سر نکی گیلالا جا قربان دی ندری سه بس دیره دیره مننه خدای تاست وک جوانور که سره دی سرلوار یا سوکالی مشرق خدای دی وک چی ولی چند تا ریپورت خورد برنامه خرابی کرد ولی اولا ولی زدن برنامه را از کل افضا انداختن به خدا یک دانه اپیل یک دانش اپیل زدیم دیگه شو ببینیم دو دانه اپیل میگه بزن دو دانه سعی سمی اپیل بخره خلاص است دیگه انشالله سلام سلام خوبه سی سرمند شما پیشتر بودین نه؟ ما بودم چی شد؟ حتا شد بله بلاک شد نستو صاحب خوب هستی؟ شکر نستو صاحب عزیز خیلی خوشحال شدم که همراهتان صحبت کردم اگر یادتان باشه یک بار مای خودت بعد از 8 سال بود در رادیو جوانان ما دعوتت کردم اگر یاد باشه عکس هم ما گذاشتیم نوید هاشمی در روز عید بود امو روزی که تو مرا دعوت کردی که باز موتر تا نیامد؟ نه موتر من خودم پشتت که موتر دفتر آمدم باز وقت رخصت شدن که موتر تا ناوقت کرد آه ناوقت کرد اونم آدم هستم یک موتر تونست که باز مرا برد آفرین تو هموستی؟ اونموستم یه تو بسیار جوان مرد هستی اگر تو هستی من بسیار فراموش میکرد میگفت این بچه کیست گیره من یک دفعه باید من این بچه را پیدا کنم این در کدام کشور هست این حال یاد ما آمدی مرد بزرگ اون عکسی هست نستو صاحب که من برای تو ماندم گفتم باش که ما ایتی اگه عکس گرفتیم که دم داخل استیدیو که شدیم گفتی که اگه عکس یادگاری بگیریم امروز که مرا بردی که در استیدیو رفتیم که اون دخترکی که یک زمان امکار ما بود را نشان دادی استیدیوها را نشان دادی بچه های بدخشان اینا بله. تو بسیار بزرگ هستی خیلی بزرگ هستی حالی در کدام کشور هستی؟ من در کلرادو هستم در امریکا واو آفرین نوش جانت نوش بگن از تو صاحب من میخواستم بهم چون بینیندای تو زیاد بود نه خوش او بچه زمانی که من نو از زیر پل سوخته بر آمده بودم منیس خبرنگار تو آمدی پشت خانه با موتر دفترتان مرا به استیدیوی تان بردی و اونجا بله، مصاحبه کردی به منظور از اینکه تو مرا منیس یک انسانی که تازه بر آمدی منیس یک خبرنگار منیس یک مسلک تحویل گرفتی هیچ وقت فراموش من نمیشه اولین باری که من از زیر پل سوخته بر آمدم اولین آدمی که قدیم مصاحبه کرد تو بودی و تو جوان مردی دیگه عزیز من بله آفرینت که در امریکا هستی نوش جانت در امریکا فعلا در کدام ایالت هستین؟ من در ایالت کلرادو هستم یک امید تنها هستی یا با خانواده هستی؟ نه من تنها آمدیم من تنها هستم به امید از اینکه خانواده را بخوایی بخیر آه انشاءالله بخیر دیگه باش که به اینجا مشکل است یک ذره مشکلات زیاد است خود دیگه مو کار است و چیست دیگه فعلا کار میگیریم من اساس وقت برات مسیج هم کردم چند بار گفتم باش من خیلی متوجه نشدیم این حال برای من یک کار این من خودت فالو گرفتم یک کار که که واتساب تا به من روان کنم اکس های امو دوران روان کنم اگر پیشت باشه چه یک دو دانش هست دمو رو ویدو جور کردیم من یادگاری ویدیو رو تشکر هاشمی صاحب خیلی باز همین شماره واتساپ تبته که با تو با بیشتر با هم صحبت کنیم درست است من این بچه بسیار جوان مرد بچه است بسیار جوان مرد بچه است من که ازم زیر پل سوخته بر آمدم امروی من یک مصاحبه گرفت خدا یارش من میگم همیشه سر بلند و سر افراز باشه در جایی که باشه آفرینش به خدا آفرینش که خدا کشیده هم به زور پروردگار نفر بعدی به زور پروردگار انشاءالله و رحمان تصویرتان مهربانی فستش مواری رفتگی بود نفر بعدی لاین کینگ تصویر نمیزنن نوری
1024 میزه. از شما استحضام خیر وای رنگ در قصهش نشنه، مشکل نیست، ادامه بتیم. پدر ما و پدر شما و یک تاجیکی در خانه شما میمان بودن، از همینجا ادامه میتیم. در خانه ما یک شب پدر شما و پدر ما و یک تاجیکی به نام اکی مرزا در خانه ما بودن. ایت یادم نمیره، ما افتم پدر کی هست؟ گفت که بچه پرتو نادری میمان ماست. ایت یادم نمیره، ما وقت نه دفتر سازمان ملل متحد من کارمن شده بودم. ایت یادم نمیره، او شب، او ساعت، او لحظه، پدرم نه تقریبا پدرم 15 سال 16 سال شد که فوت کرده. ولی خاطرات یادم میره. این نوله لوی دو جوی. بس همونجا ایچ یادم نمیره، همی یادش بخیر هر جایی که از پرتو نادری در پدرم گفت که آقای نور، پدرم من نور محمد نام داشت، گفت آقای نور، گفت اشتباه کردی کمی آرمنده، گفت نه رئیس جنایی معرفی کردی. آقای گفت که جوان است، گفت که میشه که خوب شوه، گفتش کوشش میکنیم، تو هم کار رو بکن، ما هم کار رو میکنیم. گفت سهیست، هر دوشون موفقه کردم، ایچ جانونه، وقت ما بهش هنگ بودم. مثلا نوری صاحب، ببخشین، اگر امی یارمند شما فرشغانی های کشمی بدخشانی نمی داشتین، کدام انسانی را در بخش شما فرشغانی ها، کدام بزرگمرد دیگه، سل کنین، از کشم بسیار بچه ها زور کرد، از بلوچ ها دکتر صاحب عمر زور کرد، از کشمی ها احمدی صاحب زور کرد، از کشمی ها امیال امیز سارنوال صاحب فلانی که لوی سارنوال از زور کرده، از کشمی ها بادر مدافع زور کرد، از کشمی ها معاون سفر زور کرد، از کشمی ها خب اینال دیگه زیاد میشه، از کشمی های فرشغانی جناب آقای دگر جنرال مرزا محمد یارمند زور کرد. گیر ممی مرزا یارمند نه، از فرشغانی ها که زور میکرد؟ یارمند فرشغانی نبود، گوش کن تو، گوش کن تو، گوش کن، یارمند فرشغانی نبود، یکی دوم یارمند اصلا از اما خال منم میخوام کمی در فیسبوک بگم، مگر میخوای شخصی بگم؟ نه تیکتاک هست نوری صاحب، گپی نیست، خیره فیسبوک تیکتاک فرق، فیسبوک هرچی که هست. یارمند یک کسی نبود که کسی پشترش بوده باشه، هیچ کس نبود غیر خودش، به خدا اینا قسم برم از خدا بیامرز کاکایت، کاکایت ما رفتمت فامیلی تنگ بله بله کاکای رحمت بله 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 بفهمی یارمند آمد در مزار در هلیکوپتر در جنازه پدر ما، کاکای تو رفت، خدا بیامرزش کاکای تو رفت، او رو در موتر اردوی ملی گرفته آمد در جنازه پدر ما در مزار آمد. یک جایش داد وقتی که من رفتم پیش کاکایت از اون تشکری کردم، گفت از من تشکری نکن، من وظیفه من جمع دارم، بیاد رو داد، گفت سبا من میمیرم، گفت که تو همی کار در اخی من میکنیم، من وقت راستم به شرکت های لوجستیکی و ترانسپورتی و کارمند مدل مدل گپ های کارا بود. بس بیش یارمند رفتم، وقتی کاکا گفتم که پدر دیگه دخواه میسپاریم، هر کدام امر خدمت کنم چیزی باشه، گفتی من یک وظیفه بسیار راجل دارم، ما گفت میرم. خوب گوش کن، وقتی که حرکت میکنه یک نفر مختلف دیگر است، خدا بیان بده جنرال داود، وقت قماندان دونه مزار بود جنرال داود، و جنرال داود بود خطبه یک ارتباط رفاقت بسیار خوب داشت، ما و جنرال داود هفته یک شب حتما میشتیم، قصه میکنیم، گپ میزدیم، برنامه ریزی میکردیم، خواه اگام گپایی که داشتیم. بس ای برازو گفته بود که مخو میرم یک زیر تقیب همی فامیل هم بگرد و رسم هم برای من گفت بشیر که فکر اگر بس مرد فرا گفت ما خیلی کاکا میگم، گفت میری کاکا میگم، بازمو پیام حضور مکمل در کاکا خدا بیامرز تو نشان دارم، گفتم سای کاکا گفتم چی میگن خود تو خامره کشف کن دوستی، گفتم سای گفت چی میگن ما چی میگن بی چی میگن چی که داره گوالا گفت بیادر دیگه خانه گفت خدا من پدر تا بیامرزه، گفت یه آدم شک کرده، مفتم مالی شک از یه مختار از کسی ادام نکده، ما با کس نگفت که مشکل پدر ما برای ما بارم بود که سرطان خون داشت، مشکل داشت، دیگه داشت، مخبول که خدای نخواسته بسار ببخشید، که خدای نخواسته یارمند صاحب او دوران خوب ببینین،
کاکای من رحمت الله نادری معاون کشف قول اردوی شاهین بود. بله. جناب آقای ارجمند ما یارمند صاحب ارجمند تا به معینیت وزارت داخله پیش رفتن. گویا خدای نخواسته یارمند صاحب مشکوک بودن که پدر بزرگوار شما به مرگ خودشان فوت نکرده باشه؟ نه. کسی کشته باشه شان؟ نه. او قبل نبود. دو فرزند خیلی. او قبل نبود که یارمن صاحب در 2016 از ام شروع کشم که پدر ما برد در 2016 تا که خلاص شد و عامر جنوی بدخشان شد و زمان بلاخره تا ماخر هم او قبل شد. بس یک مشکلی که یک فامیلی ما پیدا کردیم که یارمن صاحب هم به طور یک توفگویا دختر کلام خدا برای برادر ما به اصطلاح چی کرد؟ نامزاد کرد. شما بیادر امو بیادر شما در این قطیمه چی نبود؟ همسنفی نبود؟ رامش آرمان رامش ها؟ راشد رامش شما برادر رامش هستین؟ بله. اینا قضیه برد بالا در هندوستان شما هستین خیلی بینید ما برادر شما خیلی در هندوستان با هم همسنفی بودیم دیگه رامش جان خب بسیار از یارمند صاحب به خوبی و بزرگی یاد میکردن شما چطور دارید یارمند صاحب تخریب میکنین؟ نیست که من رامش هم بردم همین لحظه مشکل نیست ولی رامش جان اگر که هستی بالا بیا که ما تو خود دهیر رامش جان در ترکیه هست فعلا بله بری من گفت رامش بله در ترکیه هست اون برادر خوردم هست اون برادر کلاش هستم مشکل چی بود؟ مشکلی بود که این بود از که پدر فوت کرد این مشکلات ها ما زاد شد یارمان یک دفعه تصمیمات سالش شد و تغییرات آمد بود از فوت پدر من بود از اینکه پدرم فوت کرد سرطان پیدا کرد و تلاش کردیم نشد یعنی تقریبا در 28 روز دیگه پدرم دیگه مجال زندگی را برش خداوند نداد و خداوند عمرش را برای کلی بخشید برای شما و دوستا دیگه بود از این یارمان تصمیم گرفت اول یارمان برای ما دیشبم پیام کرد اگه میخوایم پیام شبت بخیر ویدیویی برات باید میکنم با وجودی که من همسنفی رامش هم هستم اینجا کل بچه های بدخشان نشته که در روان است که نستو تشتویی تو برنامه میگیری که یارمند صاحب بزرگوار اینجا بیادر گل مردم حرف زده روان است و دیگه که در روان است از شما سر یارمند صاحب و اینا ایگه پارا میزنه یارمند صاحب یکی از بزرگان و ارجمندان قوم بدخشان و ای بر ما مهم نیست که او فرشگانی است ما تاجیکا همیشه حقیقت برادران فرشگان خود رابطه های دوستی داشتیم خود شما یک فرجغانی هستین ایره ما هیچ وقت اجازه نمیتیم که دود درون کشم ما مردم پنشیری های بالا و پنشیری های پایین هم منعیس یک قوم در اونجا حضور دارن ما هیچ وقت هم پنشیری های بالا و پنشیری های پایین مشکل نداشتیم منعیس برادر زندگی کردیم ازبک های گندم قول کشم و اینا کلشون برادرای ما هستن و سرایا و اینا کلش برادرای ما هستن ما یکم قد فرشغانی ها برادرانه زندگی کردیم این بسیار دردناک نیست جناب بزرگوار که شما میاین منعیس یک فرشغانی دار و ندار شما فرشغانی ها در داخل کشم امید میرزا محمد یارمند دگر جنرال میرزا محمد یارمند شما میاین برادر گل اینجا تخریب میکنین و در برنامه نستوی نادری که همیشه میرزا محمد یارمند منعیس یک رفیق همیشه گی پدر ما بوده و در خانواده های ما میامده و رفت و آمد داشته باز ما یک فضا شویم که برادر گل ما یارز محمد مرزا محمد یارمنده اینجا توهین بکنیم چی وقت ما تاجیکا مرزا محمد یارمنده از خود جدا دانستیم چی وقت ما تاجیکا احساس کردیم که مرزا محمد یارمند از بطن ما نیست چی وقت ما تاجیکا احساس کردیم که مرزا محمد یارمند از قوم دیگه است چی وقت ما تاجیکا احساس کردیم که مرزا محمد یارمند افتخار ما بدخشانی ها نیست شما نشه کردین آمدین توهین میکنین ما با احترامی که بر شما بر رامش جان به او برادر دیگه تان که یوتیوب داره به اونا به کلشان احترام دارم ای به این معنا نیست که شما بیاین یارمن صاحبی جو تخریب کنین و ایجو بچه های بدخشان یک سر از سر من بیادر گل توهین و تحقیر کده روان است که چطور تو یک بدخشانی شدی که بیادر گل سر قوم خودت مردم خیسته ایجا توهین میکنه مرزا محمد یارمند ده و دشنام میزنه تو ششتی بسته بچه های بدخشان سر مخیسته ای بسیار اشتباه است و ای کارم ایش وقت نمیخواییم بپذیرم و من الله توفیق با احترام مقاومت خراسانی
سلام علیکم. سلام علیکم رهبر بزرگی مکرانی سیبرانی. او بچه چی حال داری تو؟ به خدا اوکران بسار خراب است. باش برنامه جالب بود، فکر کنم کسا را پرسان کردی کدام خاطره و گپ سخن. دمی دو سال پیشتر هم تو زده کندن آمده بودیم اروپا، دمی جرمنی در طور یک طلاقی سر خوردیم. ما گپ نخوردم خو ما دلم سوخته بود برش، خدا شاید است نست. طلاقی افغان بود یا نه؟ بسار دمی تیک تاک خو بسار بود، ترنایی نبود، گایش بود اعلام میکردم. یک دو ماه یک ماره که میزدیم دیگه باز اعلام میکردیم. دالن نامستن دمی نیزی که جرمنی و در بلژیک هم بودن، باز در طور ما یه طلاقی خورد و دمی تیک تاک همی حالا بدماشی میکنن. که نامش چیست؟ نه دیگه خمو تو برد میگم. اما تو خوب پستندار قوی هم باز برد روانش میگم. اما تو اندامی خوب زدنی آمه هست. خوب زدنی آمه هست نگم ناجوان دروغ گفته بود. خوی یک زندگی یک جور کده بودیم در اروپا نستو صاحب دیگه دور از پدر مادر فامیل در طور از یادم خوردیم. باز بعد از او دیگه به اجازه کرم داغت که ریلا کدیم همو بسته هم اروپا را ما روشی مورشی خونه کده بودیم. دیگه بعد بسار بعد ایسوی پس آمده این امریکا پیش پدر مادر هم خجالت شدیم. ایری یک خوبی از اروپا بود، یک اینی بدی یکی خوشی که پس پیش پدر مادر آمدیم اینی خاطر بد. فعلا در پیش پدر مادر است یا در اروپا؟ اجانا نه امریکا است اون است تو صاحب. در خود کالیفرنیا استی؟ بله یا باشه بچه کالیفرنیا رو من بالا کنم. بیادر امید در کالیفرنیا است فایف استار از این سرک طرف چیرش؟ فایف استار نمیشناسم. السلام علیکم خدمتتان برسد. یک مارک است. یک مارک است اینجا زیاد مارک است فایف استار مارک است. نه نه مارک نیست. باش چکر قد سوال جواب کنه که هستید امریکا دروغ میگی. از ایر سندلی در کابل نخسته باش سر ما. ما در کالیفرنیا هستم ساکرامنتو از آمدم در لایف حضور پیدا کردم. نه همی نفر کجایی سمی همی گوسفندیار بالا رو میگم همی به نظر مویای سر از زیر سکو توی استایل از زیر سکو میگم من میگم ما برادر از زیر صندلی در کابل خستی میگه نه به شکست مکش تشقی پشقی نیست تو بگی نه استاد تو بگی بیرون یک سوال میکردم بخاطر امو آمدم. خودت یک خبر نگار موفق افغانستان هستی و واقعیت از همه وضعیت خبر هستی. آیا خودت دونالد ترامپ که پاچه شده آیا چی تغییراتی شاید به وجود ده و چی خوبیات در جهان شاید یا چی بدیات شاید میشه بر ما یک ذرا در بارش معلومات بتین استاد نستوی نادری بزرگ؟ خواه یک لحظه که می آدمی که پیشتر آمده بود رفیق برادر رفیق مام است باش در همینجا نشته کنه باش متنی همی آدم هم بخوانم که سر جناب یارمن صاحب خیسته بود همینجا ما بیادر گل ایره چیز نگفتیم ای آدم خیسته رفته اونجا توین و تحقیر کرده همی یک لحظه که من کامنت همی رو پیدا کنم کامنت از یافت نشد ولی باش یک دقیقه ترامپ باز من سرش گپ میزنم این از این همینجا من سر میکنم که اگه باز یک کامنت از این آدم سر من سر بخوره که من یک کامنت از این بخونم این سواد کامنت از این آدم من برتان مشخص کنم به نام آقای بزرگوار ما که بسیار یک گپ خطرناک زده پایان شده رفته دو زده توین کرده ولی نیافتم کامنت تا خو خیر باشه خو بسیار توین کردی من به خاطر رامش جان چیزی نمیگمت ورنه اگر دیگه کسی کارو میکرد به خدا قرآن خرابت میکردیم. ترامپ صاحب که آمدن آدم خوب هستن انشالله که وطن جور شوه. اسکرینشات گرفتی سعید اسکپتان فرامرز انشال او آدم خوب به نظر میرسه. دو گپ میکنه یا مسئله افغانستان یک طرفه میکنه یا به رسمیت میشناسد خالی از این دو گپ نیست. آیا بر کشورهایی که دیگر مخالف هستن امرای امریکا یا یکتش صلح میکنه یا کتازیا شاید درگیری شوه یا کدام مشکلات در جهان برگزار شوه؟ خاور میانه اسیام کده داختر میشه به زور خدا فایو استار سیاسی نرین میگم بخی ازم سیاست میگه خسته شدیم
همی آدم از سر که تو بشکر محترم یک امیر تاول گفت دید در فرانکفورت سر خوردین در کالیفرنیا. نستو صاحبی استعداد کستم مثل اروپا آره چند امیتان هم استعداد کالیفرنیا کل اروپا است. نستو صاحب یک ذره دقت کن قدرم دیگه خودت کلان نگیرین. اروپا خوب جای بود نستو صاحب ترق ترن پرن هر طرف میرفتی جا به خدا دقا وردی مگه نه هر چیز از به خدا. خب بگی امی 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 آدم چی میگی تو امی امی پایین امی فایو استار چی گفتن داری بگی یک بکر میشواتن دار مست خوش آمده گذرم کلام شد میگه چی صحیح دیگه نکوی رای ما که دیگه یک چی صحیح چی برش بگویم یک چیزم تو شنگ دار لبل اینج دار نه چی بگویم میشه قن بچه هست آمده ترامته کرده تو لو چک بگویم خود تا هم تو دو ما میترامی اردوی تا ندارم خب مگم شما دو تا اردوی تا بیادر امپیرها رو پایین بردین به خدا از حضورتون مرخص میشم من یک بوتل واین زدیم واین 19% ساعت از 11:12 طبیعتاً که در 11:12 که خدا بخوای پرتی تا 11:12 تا 12 در تیک تاک و فیسبوک اینا میگردی تا 12:30 بیادر گلی سوسو میگردی 12:30 خدا میندازی در بستره ای 12:30 یک ساعت چرت میزنی که الان اینی چطور شد اونو چطور میشه اینی چی خواد شد اونو چی خواد شد در امتحان بیانس ناکام بانم چی کنم در فروشای ناکام بانم چی کنم فلانه چی خواد شد بسمدانه چی خواد شد ای دیگه یک نیم دو بچه خواد میبره دو سه چار پنج شش هفت پنج ساعت او را مگه خواد ببره پنج ساعت باد میخیزی بازم بایسکل همون تو نسیمی 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 تا به دفتر تا به چی میری تا به اونمو کورس میری فرید را ولا پختون ورور نشتا فرید ولا پختون ورور امدا خبر اشتاس پرون شپی کری وی امدا سیو کار وشو اغاز ما دوستان را غلی دی اوست به برلین کدی امدا سیو وضعیت شو شب جمعه است نه شب جمعه خواهست سبا شو باز ما شما جاوید امین اگر شما بیادر گل چی هستین بالا بیاین بیادر گل اگر هستین نیستین دیگه منم فرید خیلی شخصیت وزین و زمین است بیارش دیدین داخل نوری مر دوزد پایان شد نوری من خود تاجیک هستم تو فرجغانی تو سر قوم خودت خیسته بودی اگر من منافق می بودم نوری صاحب چون قومی من نبودی دیگه قوم بودی میگفتم برو بانش که قوم خود خراب کنه من ماندم این کار شوه تو آل سر من صحبت میکنی او کامنت وحشتناکت تو فراموش میشه تو بسیار انسان وحشتناک شرابا رو میزنی سر یارمند صاحب گپ میزنی بسیار کاری وحشتناک میکنی نیان چی لغمانیان دی که پختون دی که هزاره دی خود زیمون پا کشم که هم داخل که یو قوم دی و سیگی من خبور تا اترام لرو دا یارمن صاحب شدی فرشغانی دی دا لغمانه دی که هر جای دی یک قوم است که دمی وطن ما وجود داره ما نور چشم رو دوست جان داریم حال تو پختون صاحب امیره فکر کن که من امی آدمی که آمده بود برای تخریب فرشغانی ها میماندمش یا نمیماندمش حال تو بگو برف لال جاوید خوب هستی؟ سلامت باش لال نست خود خوب هستی جان جان هست بربانه که سر پدر کلان چام چی حال داری شکر خداوند خود چی حال داری خوب هستی بربانه سر چام زنده بسی پیشتر همین تی اکچی شد تیلیفونی ایمادم ترین بودم و یکام جای از ما آمتر نمیتم پاک بنا حتی شده که باز گفتم ما نظارت نتم خیر یک مسج کدم باز گفتم بعدا نه قربان سر چام خوب هستی شما من وقتی که برد زنگ زدم پیش دکتر بودم باز بر آمدیم از همون شو آمدیم رفتیم یک سودا مودا گرفتیم بوتلک گرفتیم میام خلاص شد به زور پروردگار شکی رنگ زدن میگم اما تو یک دقیقه بودیم همی جا قدی بچه ها قصه میکنیم ما آمدم دو سه دفعه چون در کار بودم از کار بر آمدم یک دو سه دفعه دلایف آمدم گوشکی آل... نرفتم آل در کجا در کجا کار میکنی لار جاوید در منشن یک جای یک وظیفه که جدید گرفتیم در میخود منشن هستی یا نه آه در میخود منشن چقدر خوب بلا نه آدم خود منشان هست امیال نو رسیدم خانه
چون ما دوست داشتم اگه نه دلای والا می آمدم در آ همین ساعت چند میری چند میایین؟ اوف بعض وقت 5 بجه شروع میشه کارم بعض وقت هم 2 بجه خب 5 6 7 8 9 10 11 6 ساعت کار میکنی یا 8 ساعت؟ 8 ساعت گاهی 9 ساعت گاهی 6 ساعت فرق میکنه دیگه همون 40 ساعت هفته پوره میکنم خواه خوب استم کارهای تا برا پرتی که مو گپی دیگر او را سر جدی فکر کنی جاوید عزیز آقا دمو خاطر از اونمو بسیار چل هستم مام آه او طرف بیادر گل غم چیزا بگی خواهی حال یک گپ هم همه نمو متوجه شدیم ای افته های اروپا بخصوص افته های آلمان اینه می پلک میزنی تیر میشد پلک میزنی ما تیر شد پلک میزنی سال تیر شد چون مصروفیت لالم هست خو مصروفیت داشته باشی هفته تو زود تیر میشه که دلت باشه مصروفیت که نباشه هفته دیگه دیر نه راستی مسئولیت که نباشه مصروفیت هفته زود تیر میشه اگر دکار بار باشی باز هفته سر دیر تیر میشه ولی من خب مصروفیت شه خودگی شده میفهم من روزانه چار ساعت خو نیستم آه چار ساعت چار ساعت نیستم یک ساعت هم رفتن در بر میگیره نیم ساعت رفتن در بر میگیره نیم ساعت آمدن 5 ساعت روزی بای واقع صاحب خسته ما 8 ساعت نیستم لالا جاوید روزانه آها تقریبا خودم 8 ساعت نیستی از من واقعا من رفت آمدم 1.5 ساعت 3 ساعت 3 و 8 11 ساعت نیستم یا بیادرها همی نشته کده بودن تخلص چی هست؟ نستوی گلمرادیان نستوی گلمرادیان ای تخلص تازه است بیادر باز که ایماق میگه جوی جان کتاک و خسته کن شد گفتم بکشم از اینجا میره یا بانه میشه گمش که ایماق بچه باش که یک قوم از ایماق دوست داره میشه نه حالا پیشتر یک نفر آمده بود کم بود مرقت قوم فرجخان جنگ برده لغمانی بود نفر نه فرجخانی ها در کشم ما هستن آخ در کشم هست در لغمان هم هست فرجخان ای 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 را نه پشتون حق داره بگه فرجخانی از مست نه تاجیک حق داره بگه فرجخانی از مست فرجخانی خودش یک قوم هست خود از او قوم بسیار اگر چی هم هست کوچک هم هست ولی که در چندین جایی داره نه لالا هم هست خودش یک قوم مستقل هست بیادری تو نشود که پشتون تاجیک سری از او زلیت دوا کنه وام زلیت دهی زمان زلیت دوا کرده هم یکم اکی چی هست لالا هست تو مشکل ساز هست اینی ای او اینی خوک نامی خدا تغییر داده به خدا خم نام تا تغییر نمیداده او بچه لالا جان امی ایما نه اونو خوک هست او نمیگم که گلمراد نه گلمرادیان جلال رنورد گفتم میگویند از کاوش بیعت کردی نه از کاوش بیعت نکردیم او صدای ما ساخته شده دوش مصنوی در کاوش بیعت کردن نه اون مردم ها بیعت با نستو بیعت کنند آه نه کاوش جان ما دوست داریم خوب بچه بوده در جوانی های شام در خوردی های شام در آفیلن شام خوب بچه است قربان شام صدای ما اوجا وش مصنوی شده مشکل نداره او گپا رو میفهمیم سلام نستو از کجای بدخشان هستی از کشم لالا باش کم فرید یک بلا کنیم او بازم نوری صاحب آمده او برادرم نوری دوام زد باز آمده وله نوری صاحب برو بیادر صاحب برو بیادر آدم خوب هستی چی گفته تو بیادر گل آمدی سر قوم فرجخان گپ میزنی کس سر قوم فرجخان گپ زنده باری دو پارش میکنم کس سر قوم فرجخان گپ دیه نستو شیعه هستی نه والا نست شیعه نستو نی هفته آینده تخلص تاخیر میتونم بنام نستوی فرجخانی فرجخانی یکی پرسان کنه میگه گل مرادیان چی معنی میته من خو نستو ولد نصرالله ولد عبدالقیوم ولد گل مراد ولد ملا نادر هستم
هر آدم باید پنج نسل خود بشناسه. نسل ولد نصرالله، ولد عبدالقیوم، ولد ملا نادر، ولد گلمراد. ما اصلا گلمراد، بیگمراد، شهمراد، گلمراد، بیگمراد، شهمراد و طولی، اینا چهار برادرانی هستن که هر چهار نامی از اینا ریشه در زبان ازبکی دارن. گلمراد هم زبان ازبکی است، شهمراد هم ازبکی است، بیگمراد هم ازبکی است و طولی هم ازبکی است. این چهار برادران میاین در کشم و در منطقه ما اینا به چهار دسته تقسیم میشن. شهمرادی ها یک قوم میشن، گلمرادی ها دیگه قوم میشن و بیگمرادی ها دیگه قوم میشن و طولی ها دیگه قوم میشن. ما شاخه گلمرادی ها هستیم، به او خاطر نستوی گلمرادیان. این تخلص دیگه بعد از این برای همه شمی شد نستوی گلمرادیان. بله نستو کرد. عباس گفته سلام. عباس سلام. چند برادر دارید؟ یکی است از خدا و قرآن و پیامبر و حضرت اصلی دیگه. باشه، کشم بلوچ هم داره یا نه؟ پختون سلام. بله پشتون چی دارم؟ بلوچ بسیار زیاد بلوچ داره. کشم بیادر سلکو، کشم ازبک داره، تاجک داره، بلوچ داره، فرجغانی داره دیگه. بیادر گل فرجغانی داره دیگه، بلوچ داره، این قدر قوم در کشم وجود داره. اسموری داره، گجر داره، اسموری داره، گجر داره، این قوم داره. نستو شیعت جنت میرد ولگ بفهمم من نستو نیشم کشم خیلی بزرگ رو. اسماعیلیه در کشم نیست. اسماعیلیه باز در چیست؟ در از نگاه مذهبی شیعه داره، سنی داره. اسماعیلیه باز در بالای بدخشان است. فرشغانی نره کشم است. خود سعیز خود نوری صاحب فرشغانی خود نره کشم است. ما هم گفتیم که است. ما چی وقت گفتیم؟ یه را متوجه باشی نوری صاحب که شما شراب خورده آمده بودین به تخریب قوم فرشغان. من هم آندم. ما یک عمر روز قد فرشغانی برادرانه زندگی کردیم. ما صبح بدخشان برم یک نفری هم کشمی و بدخشانی نمیبینه. از تو برنامه گرفتی سر فرشغانی؟ اموجدم درون شهر مشهد مرا یک چهار تا نفر توفی لعنت نمیکنه. به او خاطر گفتی سلیم شاهین که از یک خنقاق میگرفت. باور کن که به خدا و قرآن نوری صاحب سرم هم یک خنقاق شانزه یوروی رو پاره نکنی. خبرت بسیار انتو جالبه شنیدم. امو شراب پارسی که نبود واینای پارسی؟ او بچه نی امو غفرانی بدخشانی شراب پارسی را جور کرده در آلند. شراب شخوردم خوب بود، واین شخوردم یک خوم داد. نه یک چیز را من شنیدم جالب بود با من، آیا ایو حقیقت داره نداره؟ می خواهد در امو شراب پارسی چی را بزنه؟ عکس یکی از مقاما را بزنه خواه؟ نه مقاما را نزده، عکس شیرای خیام نشته کرده. در شرابش نشته آنچنان را آنچنان تر می کند. او کمی سل کنی احساساتی شوی دی آورا گفتید ولی برند وای نه رقم باشه می زنیم. لالا جاوید خیمه و شما خداحافظی می کنیم به زور پروردگار متقیان، حضرت خداوند بزرگ و حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم. انشاءالله نستو باز ما شما هستیم انشاءالله در رابطه می باشیم. قربان سرچون شبت بخیر. حافظ ناصر خدا.